بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده. او من نصبه ل همان طوری که در درس قبل عرض کردم مرحوم محقق هل الله علی بعد از اتمام مباحث اصلی امر به معروف نهی از منکر سلسله مطالب نکات دیگر را مطرح می کند که مرتبط با این کتاب هست و نه مستقیم عرض کنم محتوای آن مثلا خود اقامه حدود و امثال اینها درست است که به یک معنا مبارزه با منکرات هست ولی ارتباط مستقیمی با امر به معروف و نهی از منکر ندارد در هر صورت ایشون اینجا فرماید که اقامه حدود مخصوص امام معصوم علیه السلام هست یا کسی را که امام معصوم برای این کار گماشته باشد در واقع جایز نیست که کسی دیگر دستی به اقامه حدود بزند فرق نمی کند از شعیان باشد یا دیگر توایف اسلامی در واقع یکی از شعون امامت همین اقامه حدود هست به همین جهت است که میفرماید ولای جوزو جایز نمی باشد احدین برای هیچ یکی از شعیان یا مسلمانان اقامه نمودن حدود شرعی مثل حد شرب خمر و امثال الا للامام مگر برای خود امام معصوم مع وجوده در صورت که امام علیه السلام حاضر باشد او من نسبه لاقامتها ها یا کسی را که نسب کرده باشد اون کس را امام معصوم برای اقامه حدود عرض کنم نائب خاصی داشته باشد برای اقامه حدود قاضی خاصی داشته باشد برای اقامه حدود اون هم حق دارد البته خب این مسئله روشن هم هست مطابق اصل هست اصل عدم ولایت هست این که کسی ولایت داشته باشد و بیتواند در مسئله پیچیدک و مهم مثل حدود اعمال ولایت بکند نیازمند دلیل معتبر و مهم هست راجع به معصوم یا قائم مقام معصوم مسئله مفروغنن هست همگان هم قبول دارند و قطعا آنها چنین ولایت را دارند. اما نسبت به دیگران دلیلی نداریم وقتی دلیلی نداشته باشیم خود عدم و دلیل کفایت میکند کسی که مدعی ولایت هست کسی که برای غیر معصوم چنین حق را قائل هست او باید ثابت بکند منکر نیازمند دلیل و نیازمند اثبات نیست بنابراین پیغمبر و امام و نائبان خاص اون دو بزرگوار مثلا در جایی که ارز کنم ازن سریح و معین داشته باشند بگوید مالی کشتر شما قامه حدود بکن شما قاضی نصب بکن اشکالی ندارد این موارد قابل قبول هست و در واقع از اون اصل اولی که عدم ولایت باشد خارج می شویم ام فراتر از اون برای عموم مردم یا اصناف خاصی از جامعه نیازمند دلیل هستیم بعد می اما و مع عدم هیک اگر امام معصوم علیه السلام نباشد اگر نائب خاص برای این کار وجود نداشته باشد یا جوز للمولا اقامت الحد ارز کنم علا مملوکه مولا می تواند بر مملوک خودش اقامه حد بکند البته با شرایط خاصش خب امروز که یک مولا و مملوک نداریم بر فرض وجودش خب باید ارز کنم مقدار حد را آشنا باشد که مثلا شرب خمر هشتاد تا زیانه هست عرض کنم خدمت با سعادت شما شاهد بوده باشد یا خودش ببیند که طرف شرب خمر کرد یا عرض کنم بیانه داشته باشد برای مسئله یا طرف مثلا اقرار بکند در واقع با رعایت همه احکام و عرض کنم شرایط شرعی فقط بحث این است که در این صورت حق دارد اون حد شرعی را اقامه بکند و الا اگر خدای نکرده جاهل باشد به مسئله یا برایش ثابت نباشد اصل ارتکاب جرم قطعا کار حرام هست بعد از این مسئله سؤال دیگری را که اشان مطرح میکند این است که و هل یقیم الرجل الحد على ولده و زوجته آیا مرد و سرپرست خانه حق دارد که اقامه حد بکند بر فرزندانش و خانومش در صورتی که اونها خداینه کرده مثلا ارز کنم شراب بخورن و امثال یعنی اقامه حد می تواند بکند میفرماید فیه در این ارز کنم جواز ترددون یعنی جای تردید علمی هست ما دلیل نداریم به خاطر که اصل عدم ولایت هست در مقدمه همین درس عرض کردم که اقامه حدود از مسائل بسیار مهم حیاتی است و عرض کنم دست زدنی به آن البته بر اساس مجوز شرع نیازمندی دلیل قطعی هست دلیل معتبر هست حجت شرعی هست و الا اصل اولی عدم ولایت هست ولایت شوهر نسبت به زوجه در موارد معین هست ولایت پدر نسبت به فرزند در موارد معین هست خب بیشتر از اون که دلیل نداریم به همین جهت هست که تردیدشون در جا هست و عرض کنم خدمت با سعادت شما اینجا نیازمندی دلیل خاص هستیم که عرض کنم باید وجود داشته باشد برای کسانی که ادعا میکنن نسبت به مولا خب اون مسئله امروزه کلا منتفی هست بعد از این مسئله مسئله دیگری که مطرح می شود این است که ولا یا وال من قبل الجائر اگر کسی از طرف حکومت جائر حکومت غیر مشروع مثل حکومت بنی امیه مثلا در یک جای والی انتخاب شد ارز کنم که استاندار به اصطلاح امروزی و کان قادرن علا اقامت الحدود برایش ممکن هست که اقامه حد شرعی بکند حله حل اقامتها آیا جایز است برای این والی اقامه اون حدود حکومت حکومت جائر هست ارز کنم حکومت ظالم هست خودش می داند. و او هم ارز کنم در این حکومت جایر به عنوان والی انتخاب شده است آیا اگر فضا اجازه میدهد اقامه حدود جایز هست؟ قیل نعم یک نظر آن است که بل این کار را میتواند بعد ان یعتقد انه یفعل ذالک به اذن الامام الحق بعد از آنی که عرض کنم خدمت با سعادت شما با این باور باشد یعنی این گونه فرض بکند که من این کار را با اذن امام حق یعنی امام معصوم میکنم در واقع عرض کنم خدمت با سعادت شما فرض بکند که من معزون از طرف ما معصوم هستم چون حق و حقوق را یعنی در واقع حدود را اجرا میکنم حدود شرعی را و فکر میکند که معصوم علیه السلام در اقامه حدود راضی هست در نتیجه عرض کنم خدمت با سعادت شما اشکالی ندارد اما وقیل لا نظر دومان است که نه خیر جایز نیست که ایشون نفرماید و هو همین قول دوم احوت و اقربی به احتیاد هست قول اول که ظاهرا قول مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه باشد ایشون میفرماید که این شخص که نمیتواند اقامه حدود را ارز کنم به نیت وکالت یا نیابت از سلطان جائر بکند چون سلطان جائر چنین حق شرعا ندارد صاحب اصلی این حق در اول درس گفت معصوم هست او فرض میکند که معصوم از اجرای حدود شرعی راضی هست یعنی معصوم علیه السلام اگر باشد خب چون اینجا حد شرعی رو من رعایت میکنم فراتر از شرع حرکت نمیکنم راضی هست لذا به نیابت از معصوم این کار را انجام میدهم شیخ دوسی میفرماید بله این کار را میتواند انجام بدهد اما محقق میفرماید نخیر جایز نیست که همین قول دومشون میفرماید احود هم هست این کاهوت هست خب مسئله روشنه به خاطر که بر اساس قول اول فقط جایز هست واجب که نیست عرض کنم خدمت با سعادت شما قول دوم میگوید اصلا این کار حرام هست در دوران امر میان حرمت و جواز باید رعایت حرام را بکنیم اضافه بر اون عرض شد که اصولا مسائل پیچیده چون حدود که شأن معصوم علیه السلام هست اثباتش برای غیر معصوم جواز دادنش برای غیر معصوم اون هم در حکومت جور کار بسیار دشوار است و عرض کنم خدمت با سعادت شما نیازمند دلیل قوی هست به همین جهت هست که کسی که در حکومت جور والی شده است و البته فرض بر این است که عرض کنم او خودش عامی هست و الا اگر خودش فقیه باشد و بر اساس ارز کنم نظری که بعدا خواهد آمد فقیه حق اقامه حد دارد اون مسئله جدا میشه خب میتونه نه بحث ما این است که طرف خودش فقیه نیست سلطان جور او را به عنوان والی خود انتخاب کرده است ولی اگر بخواهد اقامه حدود بکند دستش باز سلطان مانعش نمیشه و ارز کنم مسئله را هم بلد هست مشاورین آگاه و عالم دارد اینجا این بحث مطرح می شود که آیا می تواند اقامه حدود بکند یا خیر این هم مسئله دوم مسئله سومی که اشان در ادامه مطرح می کند بحث استرار هست می فرماید که ولو ازتر رهو سلطان و اقلاع اقامت الحدود اگر مستر بکند اونوالی را پادشاه به اقامه نمودن حد بگوید من از شما می خواهم که اقامه حد بکنی و اگر نکنی فلان ضرر رو به شما می زنم. عزلت میکنم زندانیت میکنم عرض کنم اموالت را مصادره میکنم و امثال اینها در این صورت جاز از این اجابت جایز است در فرض استرار اجابت اون سلطان مالم یکون قتلا تا زمانی که عرض کنم بحث قتل در میان نباشد ظلمن فانه فا لا تقییت فی الدما به خاطر که در خون ریختن تقیه وجود ندارد خب از این فهمیده می شود که فقط نمیتوان در حالت استرار طرف را کشت و الا بقیه موارد مثل تازیانه زدن مثل زندان کردن مثل جریمه مالی کردن چون طرف در حالت اضطرار هست ارز کنم خدمت با سعادت شما و رفع مزدور رو الیه تا این حد اشکال ندارد حدیث رفع را داریم که رفع عن امت تسعه الخطع و النسیان و مستوکره علیه و مذتور الیه کسانی که مزتر باشند در یک کار خب این سلطان قدرتمنده و ارز کنم کل مملکت دستش هست ممکن است آسیب جدی به من بزند تهدید می کند که من از شما می خواهم باید اقامه حد بکنی اگر این درخواست را از او کرد فرمودن که همه انواع حد و حدود و تعذیرات را میتواند اجرا بکند جز عرض کنم خدمت با سعادت شما کشتن اگر گفت که باید فلانی رو بکشی مثلا به عنوان قامه حدود چون بحث خون ریختن هست در خون هم که تقیه نیست اینجا دیگه باید دست بکشد به عبارت دیگر اگر زرر و آسیب به خودش هم میرسد باید برسد تحمل بکند در وقت تقیه و اضطرار برای نجات خودش به پایین تر از خون دیگران میتواند عرض کنم خدمت با سعادت شما مرتکب شود اما اگر نوبت به خونریزی رسید حق ندارد اینجا باید حتما دست بکشد لذا فرماید که مالم یکون قتلا ظلما البته اگر قتل قتل ظالمانه باشد اگر اجرای قصاص باشد مثلا قاتل را بخواد که از او عرض کنم قصاص بکند اون که اشکالی ندارد نه بحث این است که حکومتها ها نوعا خوب خونریز هستند و عرض کنم که قتل های باطل هم در حکومت ها زیاد واقع میشه لذا اگر بخواهد که فلان مظلوم را شما بدون جهت بکشید اینجا نخیر اگر مزتر هم هست نباید بکند فا اینه لا تقیه تفید دما به خاطر که در خون ریختن هیچ گونه تقیه وجود ندارد این هم مسئله سوم در واقع پس گاهی آدم والی حکومت هست ارز کنم خودش میخواهد اقدام بکند گفتیم دو قول در مسئله هست گاهی نه خود سلطان طرف را مستر میکند بر اجرای قامه حدود گفتیم اشکال نداره میتواند اجرا بکند البته فقط یک استثناء داشت که بحثی خون هست مسئله دیگری که اینجا اشون مطرح میکند اختیارات فقهای شیعه هست میفرماید وقیله و گفته شده است یعنی این فتوا وجود دارد که یه جوز و للفقه ها جائز می باشد برای فقه هایی که عارف باشند یعنی فقه های مذهب العارفین یعنی فقه های مذهب اقامت الحدود فی حال غیبت الامام این که اقامه حد بکنن در زمانی که معصوم علیه السلام غایب هست خب این نظر نظر شیخ توسی هست ظاهرا، نظر مرحوم شیخ مفید هست و بعضی دیگر از فقه هاست لذایشون میفرماید که وقیل البته خودش تعبیر وقیل میکند که یک نوع تمریز و تضعیف قول در اصطلاح فقه ها میرساند و خب مسئله هم تا حدودی ارز کنم واضح هست یعنی این که مرحوم محقق تردید دارد جایش هست به خاطر که ارس کردم در شروع همین درس که اصل عدم ولایت هست اگر ما بخواهیم برای فقها ولایت را اثبات بکنیم باید دلیل داشته باشیم مثلا فقها فتوا میدهند خب برای فتوایش دلیل داریم اشکالی ندارد اگر فقها مثلا فرض بفرمایید قضاوت بکنند در حد مسائل مالی و اینها خب بازم میگوییم اشکال ندارد به خاطر بعض روایات مثل مقبوله عمر ابن هنزله مثلا اما اینکه بگوییم فقها حق دارن اقامه حدود بکنند دست سارق را قطع بکند عرض کنم خدمت با سعادت شما حکم محارب را اجرا بکند عرض کنم که شراب خار را هشتاد تا زیانه بزند این خودش نیازمند دلیل هست عرض شد که اصل این کارها وظیفه پیغمبر و امام هست تسریعش به دیگران نیازمند دلیل هست اصل هم که عدم ولایت هست کسی که ادعا میکند باید اینجا دلیل داشته باشد مرحوم محقق هل رزوان الله علیه فقیه متبهر است محیط بر ادله و عرض کنم حجج هست لذا می که وقیل یا جوز للفقه العارفین اقامت الحدود فی, حال غیبت الامام علیه السلام شور جواهیر مثلا مرحوم شهید شرائع از جمله مثلا مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علی در کتاب معروف مسالک مثلا اینجاها بیمیل نیست که استناد بکند به مقبوله عمر ابن حنزله می فرماید که این هم خودش یک نو حکم کردن هست ولی واقعیتشان است که مقبوله عمر ابن حنزله فقط ناظر به های مالی دوتا تا شیعه هست یعنی فراتر از اون استفاده کردن ولایت در مسائل جزایی از مقبوله بسیار کار دشوار هست ولی در حد مسائل مالی مقبوله عمر ابن حنزله دلالت دارد البته بگذاریم از این که آیا مربوط به قاضی تحکیم هست یا غیر تحکیم اون بحث ها در جای خودش و قیل یجوز للفقها العارفین اقامت الحدود فی حال غیبت الامام و البته کسانی مثل مرحوم مقدس اردبیلیک در مجمع الفائده و در کتاب زبدت البیان فی احکام القرآنش و مرحوم خونساری در کتاب جامع المدارکش و ارز کنم برخی دیگر از فقها ها کلا منکر این حق هستند به این معنا که فقط معصوم حق دارد اجرا بکند غیر معصوم حتی فقیح حق اجرای حدود را ندارد و قیل یجوز ها العارفین اقامت الحدود فی حال غیبت الامام کما لهم کما اینکه برای فقها حکم در میان مردم جائزه است الحکم بین الناس حکم کردن خوب در مسائل و مالی اینها عرض کنم از مقبوله عمر بن حنزله هم استفاده می شود و درست هست و تفاوت حکم و فتوام که برای شما عزیزان روشن هست حکم ناظر به موضوع جزئی مشخص هست مثل این که حکم بکند که آقای زید شما از بکر بده کارید به دلیل این بیانه عادل مثلا این می شود حکم کردن که مربوط می شود به یک موضوع خارجی مشخص جزئی اما وقت پای فتوا در میان باشد فتوا مربوط به حکم کلی می شود مثل این که عرض کنم بر مستطع حج واجب هست مثل این که ارز کنم خدمت با سعادت شما افتار باید در ماه رمضان بعد از رفتن حمره مشرقیه باشد مثلا غروب شرعی بعد از رفتن حمره مشرقیه هست اینها می شود فتوا اون هم می شود حکم کما لهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت خب این مسئله روشنه هم اقامه حد و هم حکم کردن در صورت جایز هست که از طرف پادشاه وقت خودشان در معرض تهدید نباشند و یجب على الناس مساعدتهم علی ذلك اگر فتوایی به وجوب دادیم و فقها را صلاحیت برای این کار دانستیم صالح برای این کار دانستیم بر مردم هم مساعده فقها بر این کار واجب هست اگر فقیه حکم کرد مردم باید بپذیرند خب نوعا فقه های شیعه که قدرت در اختیار نداشتند، پلیس و ابزار قضایی را نداشتند، معمولا تفاوت قضا و صلح در همین است که قضا رأیش نافذ هست ولو با قهر و غلبه اگر طرف با رضایت خاطر پذیرفت چی بهتر اگر نپذیرفت با زور بر او تحمیل می شود در حالی که عرض کنم در صلح کردن بیشتر بر اساس رضایت و خواست و میل قلبی دو طرف هست فقه ها حتی اگر حکم هم بکنن نوعا چون ارز کنم پلیس و ارز کنم زندان و امثال اینها رو نداشتن لذا باید بر اساس ایمان و اعتقاد و باور مردم احکام آنها اجرا بشود لذا می فرماید و یجب علی الناس مساعده اون فقه ها را بر اون حکم کردن بعد از این مسئله می فرماید ولا یجوز و جایز نیست که ان یتعرض لاقامت الحدود این که متعرض بشود برای قام نبودن حدود شرعی ولا للحکم بین الناس و نه برای حکم کردن در میان مردم الا عارفون بالاحکام مگر کسی که عارف به احکام شرعی باشد مطلع اون علا ها مطلع بر معاخیز و مسادر احکام باشد فقیه و صاحب نظر و مجتهد باشد عارفون به کیفیت ایقایه ها عالم باشد به چگونگی ایقاع اون احکام علی الوجوه شرعیه عرض کنم در چارچوبیک راه ها و عرض کنم احکام شرعی این در واقع برمی به همون مسئله که عموم مردم ولایت ندارند. حتی بالاتر از اون کسی که تا حدودی با مسئله آشنا باشد سالها طلبه حوزه بوده است اگر فقیه و صاحب نظر نیست نباید دست به این کارها بزند ولایت در این کارها اگر هم جایز باشد از آن فقیه هست البته فقیه و غیر عالم داریم برقه ها قید علم را دارند که مرحوم محقق اینجا قید علم را ندارد همین که طرف صاحب نظر باشد مسائل را از روی دلیل بلد باشد زوایای مسئله را خوب بلد باشد و عرض کنم بیتواند خوب تجزیه و تحلیل بکند بیتواند خوب اجرا بکند چنین کسی حق دارد عارفون به کیفیت قایه ها علی الوجوه شرعیه گاهی ممکن است یک مسئله رو خوب بلد باشیم ولی در نحوه اجراش گنگ باشیم سخت باشه موارد زیاد میشه مثلا فرض بفرمایید کفن میت خب ما طلبها ها کفن میت را احکامش را مفصل به در فقه میخوانیم ولی اگر حالا میت را جلو ما بگذارن و بخوان که مثلا اون میت را کفن بکنیم گیر میمانیم یعنی نمیتوانیم این مهارت را نداریم که مثلا کفن را برایش ببریم و برتنش و البته متدینین پیرمردها معمولا با این کارها خوب آشنا هستند یا بعض علمایی که سالها در یک مسجد در یک محل مشغول انجام وظیفه بودن و همینطور بقیه ای کارها بالاخره یک وصیت نامه خوب نوشتن یک وقف نامه خوب نوشتن عرض کنم یک قراردادی، عرض کنم اجاره خوب نوشتن اینها یک سلسله عرض کنم ملزومات و مهارت خاص خود را دارد حالا از اینها که بگذاریم این وقت پای حدود در میان باشد پای قصاص در میان باشد مسئله بسیار دشوار طرف ناخونی کسی را برید شما میخوای ناخونش را قطع بکنی کم و زیاد نشود دقیق بتونی اجرا بکنی کار آسانی نیست بعد میفرماید که و مع اتصاف المتعرض للحکم بزالک کسی که خود را قاضی اعلام کرده است یک فقیه شیعی به همین وصف یعنی فرض بفرمایید طرف حاضر است که قضاوت بکند و واقعا واجد اوصاف هم هست یعنی فقیه هست عادل هست با مسئله و احکام آشنا هست در این صورت یجوز و طرافو. اگر دو نفر با هم نزاع دارند جایز است که به محضر او بروند به خاطر حکم کردن و یجب علی الخصم اجابت و خصمه و واجب است بر خسم پذیرفتن عرض کنم کلام خسمش را اذا دعاهو، اگر تقاضا بکند از خصم خودش این عنده به خاطر عرض کنم حل و فصل قضیه در نزد این قاضی شیعی دو تا شیعی که با هم دعوا دارن اگر یک از دیگری خواست که نزد فلان فقیه برویم واجب است که عرض کنم دعوت او را بپذیرد چون خوب صلاحیت شرعی دارد عرض کنم مطلع. به مسئله هست و شد که و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک یک از مساعده ها همین او که زور که ندارن پلیس که ندارن طرف رو احضار بکنه لذا همین که یکی از خسمین از دیگری خواست که نزد فلان فقیه برویم خصم هم باید بپذرد و با او حاضر بشود و یجب علی الخصم اجابت و خسمه اذا دعاهو للتحاکم عنده بعد میفرماید ولو اگر امتنع اگر امتناع ورزید حاضر نشد ارز کنم گفت من حاضر نیستم نزد فقیه بروم و آسر المزیع الى قضات الجور و ترجیح داد رفتن به دستگاه جور را گفت من نزد همین قاضیان بنی امیه میریم مثلا قاضیان رسمی حکومت باید برویم در این صورت کان مرتکبا للمنکر این شیعی که این کار را کرده است مرتکب منکر شده است یعنی اینجا پای امر به معروف نهی از منکر در میانه بقیه شیعیان می توانند طرف را نهی از منکر بکنند از او بخواهند که دست از این کار بردار این کارت حرام هست و اگر میخواهی به صورت مشروع حل و فصل بشود باید نزد فلان فقیه عادلی که شعی بروید کانه مرتکبا للمنکر خب این هم این بحث که عرض کنم خدمت با سعادت شما اختلافات در واقع جزئی شعیان در میان خودشان در زمان غیبت چگونه حل و فصل بشود در واقع یک نوع شبه قضا شبه سیستم حکومتی را شعیان در طول تاریخ به خاطر همین دستورات فقهی در میان خودشان داشتند. اون مناطقی که فقیه بودن فقه ها حل و فصل میکردن مثل خود مراکز حوزه ها در مناطقی که فقیه نداشتن و کلای فقه ها که معزون از طرف فقیه بودن این کارها را حل و فصل میکردن بعد میفرماید و لو نسب الجائر قاضیا مکرها له اگر نسب بکند جائر یک قاضی را و در حالی که اکراه بکند اون قاضی را برای اون قضاوت یک کس را حکومت جور میگوید شما قاضی باشید و عرض کنم حق هم نداره مخالفت بکنی من عرض کنم خدمت با سعادت شما مجبور می کنم شما را که حتما باید قاضی من باشید در این صورت جازت دخول و معهو جایز است داخل شدن با اون عرض کنم جائر دفعا لزرره و خاطر دفع نمودن زررش طرف را میگوید شما حتما باید عرض کنم خدمت با سعادت شما قاضی من باشی یعنی نه اینکه والی باشی اون صحبتی که قبل از چند دقیقه در اول درس داشتیم بحث والی بود اینجا طرف رو میگید شما باید حتما قاضی بشوی چیزی که مثلا راجع به زندگی محمد ابن ابی عمیر ظاهرا نقل شده است که هارون رشید در زور میخواستند که او را قاضی بکنن چون عالمی برجسته بود ولو نسب الجائر و مكرهن له جازت دخول معه جائز است داخل شدن با اون جائر دفعا لزرره به خاطر دفع زرر اون جائر خب بحث اکراه استرار اینها حالات استثنایی هست ولی بعد از آنی که وارد دستگاه جائر شد و به عنوان قاضی رسمی وارد شد لاکن علیه اعتماد الحق بر این قاضی واجب هست که به حق فتوا بدهد و عمل بکند و لعمل بهی مستطاق عمل به حق اون مقداری که امکان دارد بالاخره گاهی قاضی قاضی در یک منطقه دورافتاده هست یا نه دورافتاده نیست ولی حکومت و جایر به اعتماد دارد میگه آقا شما آزاد هستی هر جور خواست رأی بدهید خب اینجا باید بر اساس رأی حق بر اساس فقه امامیه مسئله رو حل و فصل بکند این نکته مد نظر هست اما و این را ال العمل به مذاهب اهل الخلاف اگر این قاضی مجبور باشد مزتر باشد که بر اساس مذاهب دیگر فتوا بدهد که نوعا این طوری بوده از شون شعیان همیشه در طول تاریخ اسلام در اقلیت بودند خب مراجعینش همگی اهل سنت هستند فرض بفرمایید می‌خواهند که فقه مالکی شافعی یا حنفی مثلا اجرا بشود در این صورت جازک میتواند بر اساس فقه آنها هم فتوا بدهد اذا لم يمكن التخلص من ذلك اگر امکان تخلص از اون عمل نباشد گاه امکان تخلص هست مثلا فرض بفرمایید حکومت برای او میگوید که شما بر اساس یک از مذاهب اربعه اهل سنت قضاوت کن او خوب هم میگردد میبیند که یک از مذاهب معمولا مطابق فقه جعفری هست خب اینجا عرض کنم همون رأی را صادر میکند در ظاهر بر اساس اون مذهب ولی در واقع مطابق فقه میگه هست اگر این راه های فرار وجود داشته باشد باید رعایت بکند لذا فرمود که عملی به مذاهب دیگر جایز هست در مقام قضاوت اگر تخلص امکان نداشته باشد گاهی ممکن است مسئله به گناهی باشد که همه ایشون مخالف فتوای جعفری مثلا یا مذهب جعفری فتوا داده باشند خب اون مسئله فرق میکند اذا لم يمكن التخلص من ذلك ما لم يكن قتلا لغیر مستحق البته تا زمانی که مسئله مربوط به قتل یک مظلوم نباشه قتلا غیر مستحق یعنی کشتن کسی که مظلوم و بیگناه هست اگر نوبت به قتل رسید اینجا عمل کردن به مذهب مخالفین جایز نیست یعنی بگذارد که خودش در معرض خطر قرار بگیرد از مقامش عزل بشود اذیت از آزار بشود ولی حق ندارد که بالاخره دست به عرض کنم حکم بزند که نتیجه اش کشتن یک انسانی به گناه باشد بعد در پایان این مسئله مرحوم حقیق میفرماید و علیه اک تتبع الحق معمکنت بر این قاضی هست که مطابعت بکند حق را اون مقدار که امکان دارد خوب این مسئله روشن هست دیگه توضیح دادم در اسنا تا زمانی که می تواند بر اساس حق و حقیقت و فتوای مذهب خودش عمل بکند خب باید همون را عمل بکند و راهش هم را عرض کردم که ممکن است که عرض کنم یک از مذاهب اربع یا خود اون مذهب مطابق فقه امامیه باشد اینکه مشکلی پیش نمیاد اما در مواردی که ممکن نیست چاره ای نیست میتواند تواند بر اساس مذاهب دیگر حکم بکند فقط عرض کنم در جایی که منجر به قتل اینها باشد البته قتل که ظالمانه باشد ناجائز باشد اونجا دیگر عمل کردن بر اساس اون مذاهب درست نخواهد بود یعنی ولو او طرف مکره باشد در معرض خطر و تهدید باشد باید دست از خون ریزی بکشد این تمام بحث تا عرض کنم این مسئله که در واقع تمام این درس دوم مربوطی، و مرتبط به امر به معروف نهی از منکر بودن نه اینکه مستقیم مسائل امر به معروف نهی از منکر بوده باشند در هر صورت خدا را بسیار شاکر هستیم که توانستیم تا اینجا بخش عبادات شرائع را به اتمام برسانیم در واقع قسم اول ما که کتاب عبادات بود از کتاب طهاره شروع شد ده کتاب بودن تا اینجا به همدلله همگی به اتمام رسید از همه عزیزان مستمع و بیننده ملتمس دعاة الصين حيا ميتا غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Um uh -huh.